با پیشرفت علم و دانش، پژوهشگران آمریکایی و هلندی در بررسی مشترکی مکانیزمی را کشف کردند که سلولهای های ایمنی بدن را برای از بین بردن تومورهای سرطانی تحریک می پژوهشگران و دانشمندان طی دهه گذشته گام قابل توجهی را برای توسعه و اجرای روش های ایمنی درمانی سرطان برداشتند، که از سیستم ایمنی بدن برای درمان بیماری استفاده می کند. با وجود این درمان ها برای همه افراد یا همه انواع سرطان کارآمد نیستند. دشواری در درک اینکه بدن انسان دقیقا چگونه واگنش ایمنی ضد سرطان را ایجاد می کند، پیشرفت به سوی مؤثر کردن درمان در سطح جهانی را کند کرده است. محققان دانشگاه شیکاگو در آمریکا و دانشگاه آمستردام در هلند بینش هایی را درباره روند واکنش ایمنی ضد سرطان ارائه دادند که گام مهمی در این زمینه محسوب می شود. واکنش ایمنی مورد نظر آنها تحریک سلول های تی بود. پژوهش های پیشین نشان داده اند که یک مکانیسم واحد مسئول تحریک سلول های تی برای شناسایی سلول های سرطانی و حمله به آنهاست این پژوهش جدید اما نشان می دهد که یک مکانیسم دوم موسوم به MHC1 نیز در تحریک واگنش سلولهای های تی مؤثر است جاستین کلاین استادیار پزشکی دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران این پروژه گفت نکته مهم این است که ما مسیری کاملا منحصر به فرد را شناسایی کرده ایم که به واسطه آن تومورها و سیستم ایمنی با یکدیگر صحبت می کنند. دانستن اینکه چنین مسیری وجود دارد ممکن است پیامدهایی برای نحوه تفکر ما در مورد طراحی واکسن یا پیشبینی بینی اینکه کدام آنتیژن تومور ممکن است بهترین گزینه برای هدف قرار دادن باشد به همراه بیاورد کلاین و گروهش نقش سلولهای دنتیریک را در واکنش ایمنی سرطان مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که این پژوهش در مجله آیمونیتی به چاپ رسید. زینب حسینی اخبار شیعه